سلام دوستان، وقتتون بخیر. بنده کریمی هستم و امروز در خدمتتونم با معرفی یکی از خونه‌های تاریخی مشهد، خونه توکلی مربوط به معماری دوره قاجار، خونه بسیار زیبا واقع در خیابون نواب صفوی و جز محدود خونه‌هایی که از طرح نوسازی بافت فرسوده اطراف حرم جون سالم به در بردن و به نظر من بهترین راه نگهداری از این خونه‌ها اینه که معرفی بشن، دوباره مورد کاربری قرار بگیرن، مورد بازدید و توجه قرار بگیرن تا بتونن به بقای خودشون ادامه بدن. شاید ندونید دقیقاً مکانیت این خونه کجاست، من روی نقشه اینو کامل توضیح میدم خدمتتون. اینجا حرم امام رضا هستش و این خیابون نواب صفوی. شما به سمت پنج راه به اصطلاح پایین خیابون که حرکت کنید، نرسیده به تقاطع نواب صفوی و شارستان، اینجا نواب هفت هستش و به محضی که وارد نواب هفت بشید، این نماییه که از روبروی خونه ملاحظه خواهید کرد. این خونه مرمت شده توسط شهرداری منطقه سامن و با همکاری میراث فرهنگی و الان مورد بازدید هم قرار میگیره. خب من فیلمی که خودم گرفتم و یه سری عکسایی که گرفتم و یه سری عکسایی که جمع آوری کردم و تو این ویدیو بهتون نشون میدم که چه اتفاقایی روی خونه افتاده، چقدر زحمت کشیده شده که این خونه حفظ شده مجدد و راجع به یک سری جزئیات معماری و تاریخچه‌شو. خب همونطور که مستحضر هستید، بنا متعلق به دوره قاجار هستش، در تاریخ 11 مرداد 1384 با شماره ثبت 12374 به عنوان یکی از آثار ملی به ثبت میرسه. این عمارت متعلق به آقای کشمشیان بوده، از تجار معروف دوره قاجار مشهد و در سال 1221 توسط اسحاق‌خان قرایی احداث شده. بنا مرمت‌های زیادی رو دیده به خودش، دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم و بعد از انقلاب رو به لحاظ معماری سپری کرده. بعد از فوت آقای کشمشیان حدود 40 سال قبل این خونه حالا چندین دست چرخیده بوده و توسط آقای توکلی خریداری میشه و از همین جهت هستش که به خونه توکلی شهرت داره و حدود 20 سال قبل ایشون در این منزل سکونت داشتن و بعد از اون اینجا خالی از سکنه میشه، متروکه میشه و حالا بماند که چه القابی رو در ادامه به خودش میگیره که من در ادامه توضیح میدم. این خونه به عبارتی اون موقع بهش خونه اجنه هم میگفتن، اونم به واسطه این بوده که خب خونه مخروبه شده بوده، کارتون خوابا توش رفته آمد داشتن، خب یه سری صدای عجیب غریب شب ازش میومده بیرون، خب طبیعتا میتونسته از این القاب به خودش بگیره حالا توی عامه مردم. اما خب توسط شهرداری سامن خریداری میشه و شهرداری تصمیم میگیره که این خونه رو مرمت کنه و در حال حاضر خب خونه مرمت شده هستش، قابل بازدید هستش. بنا تماما ویژگی‌های معماری قاجار رو داره، همین ارسی یا پنجره‌ای با شیشه‌های رنگی که به صورت کشویی و بازشو از بالا بوده از تجربه‌های معماری قاجار هستش. پلکانی که از حیاط به بنا میرسه، سلسله مراتبی که توی بنا رعایت شده و تأثیر تزیینات معماری غربی در معماری ایران رو میشه کاملا توی این بنا دید که همه و همه ویژگی‌های معماری قاجار هستش. دیوارها، سقف، همین ارسی که الان ملاحظه فرمودین متاسفانه همه قبل از مرمت تخریب شده بود. اگر این عکس‌ها رو ملاحظه فرمایید، ببینید ارسی به این زیبایی که الان دارید ملاحظه می‌فرمایید این بوده، در واقع اون تایمی که خونه رها شده بوده. این باز همون پنجره هستش. یه نگاهی به کلیات کار بندازیم. ورودی خونه هستش که الان تفاوتاشو قطعا ملاحظه خواهید کرد. البته این کاشی هفرنگ این قسمت الان افتاده، اما این کلن مسدود شده بوده در ورودی که حالا توی عکسای بعدی قطعا خواهید دید تمام آجرها ریخته بوده. قسمت‌های بالا این آجر لابا کلن توی لچک اینجا کلن از بین رفته بوده و متاسفانه می‌بینید که اوضاع رو مسدود شده بوده کلن در ورودی که بعد دوباره خب باز میشه و مسائل مرمتی روش انجام میشه. این تمام اون ستونای گرد بنا هستش که هیچیش تقریبا باقی نمونده بوده. باز این مربوط به همون پنجره ارسی. این قسمت داخل حیاط هست، سنتوری
دریای بالا اون قسمت سرستونا پاستونا کاملا تخریب شده بوده، پله ها رو اگر نگاه کنید اصلا دیگه چیزی به اسم پله اینجا وجود نداشته و به نظر من زحمت زیادی کشیده شده تا این بنا همونجور که دارید میبینید اینجا اصلا آجرگری کار شده، اومدن آجرهایی که اینجا کار کردن بار زیادی رو در ادامه به ساختمون تحمیل کرده بوده و باعث نشست بیشتر ستون‌ها و قسمت‌های مختلف بنا شده بوده. پنجره‌ها کاملاً از بین رفته بوده. اینجا تازه دوره‌ایه که دیگه استحکام سازی استارت خورده بوده و سعی به این بوده که خونه رو جمع و جورش کنن. رخ با ما از بین رفته بوده، کاملا خونه یک مخروبه به تمام معنا شده بوده. از همین جهت بوده که القاب عجیب غریبی به خودش گرفته بوده. سرستون میگم پاستون ها همه دیوار ها همه اون قدرت و دوام خودشون از دست داده بودن. خب استحکام سازی شده و زیبا سازی شده و در ادامه دوباره بنا زنده شده و در حال حاضر مورد استفاده است. این باز همون طبقه بالا هستش، ارسی رو میبینید اینجا، یک آثاری ازش. این به نوعی این اتاقی بود که فیلم رو استاپ کردم و به اون ور در واقع زاویه دید به اون طرف بود. تمام در واقع نلدرگاه ها از بین رفته بوده و چیزی که دارید ملاحظه میکنید قسمت حیات هستش. ناگفته نماند این حالا تیرای چوبی از بین رفته بوده، موریانه خورده بوده و مسائل دیگه. اینجا شما توی این قسمت از بنا هیچی نمیبینید در حال حاضر، اما توی پلان قدیمش اینجا در واقع به اصطلاح غلام نشین یا نوکر نشین خونه بوده توی اون قسمت، که دیگه اون قسمت کاملا تخریب شده و ما چیزی توی اون قسمت در حال حاضر نداریم. ممکنه یه جاهایی از این بنا به عنوان موزه مکتب خونه هم یاد بشه. من یک اشاره به این مسئله بکنم که توی یک مقطعی اون دوتا اتاق ورودی اصلی پایین رو به صورت مکتب خونه دخترونه و پسرونه با یک سری ماکت و حتی ماکت هایی که مثلا داشتن یه شاگرد رو فلک میکردن در آورده بودن که با هم بررسی میکنیم. اگر موزه مکتب خونه شنیدین همین خونه توکلی. این پلایی که دارم ازش میام پایین که یه طرف بناست و اونجا دوباره روبرو میبینید که پله‌ایه که میره و به اون پذیرایی میرسه، این دقیقا از آثار معماری قاجاری هستش. خب همونطور که توی عکسای قبل از مرمت دیدین تمام این آجرا ریخته بود، تمام این سردرا از بین رفته بود، اون قسمت بالا سنتوریا کلن نابود شده بود و دوباره احیا شده. یه سری قسمت ها هم اضافه شده به بنا، یعنی زیر اون پله روبرو که دوباره دوربین برگرده اینجا رو خدمتون عرض میکنم، اون یه سرویس پیداشتی که در ادامه اضافه شده و این هم کل بنا و یه سری توضیحات کلی راجبش که بتونید برید و ببینید از نزدیک و لذت شو ببریم. بریم یه بررسی بکنیم اون قسمتی که اون ماکت ها رو گذاشته بودن رو هم من عکساشو بهتون نشون بدم. خب قبل از اینکه سراغ اون دوتا اتاقی که عرض کردم خدمتون تو فیلم اولیه دیدیم، اما توضیحاتشو خدمتون بدم، ببینید این ورودی اصلی بنا بود دیگه، درسته؟ اول فیلم همین بغل ورودی اصلی توی در واقع جبهه شمالی ساختمون ما یه حیاط خلوت داریم و سه تا پنجره که توی پلان اولیه نبوده ها. توی پلان اولیه خونه‌ای که توی دوره قاجار ساخته شده این قسمت نبوده و بعداً توی بحث‌های مرمتی به واسطه حالا یه تخریبای زیادی که انجام شده بوده به این صورت در اومده. و توی ورودی هم اگر عکس ها رو بررسی کنی، عکسایی که از قبل بود و متوجه تخریب شدید اون قسمت ورودی حتما میشید الان که ببینید این ورودی بود. اوکی ببینید اوضاع چیه، اصلا آجرگری اینجا کار شده و اون فشار رو به ساختمون وارد کرده، تمام آجر لعابا ریخته رسمیه، اصلا چیزیش دیگه زیاد معلوم نیست و کلان این اوضاع بوده. اما چیزی که در حال حاضر ما داریم اینه، ببینید رسمی آجر کاملا مشخصه و این آجر لعابا ترمیم شده، خرنداشت کار شده و این حالا یه کاشی که از این هفت رنگی افتاده و ناقص مونده
و اینم ورودی. این دوتا اتاقی که میخواستم خدمتون بگم که به صورت موزه مکتب خونه استفاده میشده، حالا این همون پلایی که میخوره به اون حیاتی که اضافه شده به بنا، این دوتا اتاق بوده. این اتاق به عنوان مکتب خونه پسرونه به اصطلاح اومده بودن، یه سری ماکت توش گذاشته بودن که من توضیح میدم توی عکسا. این موزه مکتب خونه یه همچین چیزی اونجا گذاشته بودن توی همین چند سال گذشته، و اینجا هم که خب حالا یه شاگردی که در حال فلک شدنه، خالی از لطف نیست یه توضیح هم راجع به بحث فلک بدم که فلک کردن خب باب بوده توی مکتب خونه های ایران و خیلی از کشورهای خاورمیانه، و حتی توی عکسا ببینید توی این عکس یک مدرسه پسرونه است توی، یعنی یه مکتب خونه پسرونه توی باکو آذربایجان اون موقعی که جزی از اتحاد جماهیر شوروی بوده، و اینجا هم خب کاملا به روسی مشخص نوشته ناکازانی و دیورد از ناکتاتارسکی اشکولا، یعنی تنبیه مدرسه ای، تنبیه در اشکولا مدرسه میشه، در مدارس تنبیه اون پانیشمنتی که به عنوان درس نخوندن در نظر میگرفتن. اصلا فلک توی روسی هم فلک میشه، حتی فکر کنم تو انگلیسی هم فلک ها میشه یه همچین چیزی، و یه سرچ ساده هم که من راجع به خود ریشه لغت باز توی روسی کردم دقیقا فلک ها میشه، و این قسمت پرس در واقع مخفف پرسیتسکی یا همون پرشیانی یا فارسی به نوعی که اگه نگاه کنید حتی وقتی روی این میرم منطقه ایران رو شامل میشه، خصوصا حالا سمت خراسان که خودمون هم هستیم و میاد میره توی افغانستان، تاجیکستان و این قسمت های فارسی زبون، و باب بوده از این روش استفاده میکردن، حالا نه فقط توی مدارس، برای یه سری مجازات های دیگه هم از فلک متاسفانه استفاده میشده، و این ایده حالا به سر کی زده که همچین کاری بکنه. این قسمتی که الان دارید ملاحظه میفرمایید دیگه اون شکلی نیست، همون موزه مکتب خونه ایه که این ماکت ها رو توش گذاشته بودن که من دوباره میتونم عکسش رو براتون بیارم، یه همچین چیزی. اوکی، اتاق کناری هم مکتب خونه دخترونه بوده که الان به یه حالت مطبخی دارن ازش استفاده میکنن، یه حالت کافه داره. خب به نظر من این کاربریش منطقی تر شاید باشه، حداقل اون صحنه رو نبینیم و به این صورت. امیدوارم یه توضیحات کلی راجع به خونه توکلی داده شده باشه. سعی کردم تو این ویدیو بتونم معرفی کنم یکی از چندین و چند خونه تاریخی که باقی مونده، حالا راجع به داروغه، خونه امیری، خونه پریشانی که ما خودمون ماکتشو توی میدون پارک مشهد تقریبا با مقیاس یک به یک اجرا کردیم، میتونم اینو توی سایت بهتون نشون بدم. سایت هارچیلن سایت خودمون هستش، و این خونه پریشانی که تو منطقه نوغان مشهد بود از منطقه قدیمی مشهد، و ما اینو با مقیاس یک به یک توی میدون پارک به عنوان یک المان شهری اجرا کردیم، و خب پا برجاست، حالا هم فکر میکنم اونجا باقی میمونه و میتونید ملاحظه بفرمایید خوش انگوریایی که کار کردیم، سنتوریایی که کار کردیم، آجرایی که خودمون خب منسوخ شدن، اینا مربوط به همون دوره پهلوی اول و قاجار بودن، دوباره این آجرا رو ما بازسازی کردیم و اونجا کار کردیم، و امیده که بتونیم از تمام جزئیات معماری قشنگمون و تکنیکای خصوصا آجرکاریمون دوباره توی بنای امروزمون هم استفاده کنیم. موفق و سربلند باشید و امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه.